میدونی این آبی توی مدار چیه؟ شاید خیلی ها وقتی اینو توی بورت ها یا فقط از کنارش رد میشن یا فکر میکنن یه مقاومت معمولی اما امروز قرار با هم راز این قطعه کوچیک رو باز کنیم اسمش دیاکه و همین کوچولوی آبی با اینکه خیلی ساده نشون میده توی کلی ابزار الکترونیکی پشت صحنه نقش کلیدی داره دیاک مخصوص وقتیه که بخوای روشن و خاموش شدن یا کم و زیاد شدن جریان رو خیلی دقیق کنترل کنی این کوچولو مثل یه کلید جادویی عمل میکنه تا وقتی ولتاژ مدارت از مرز نگذره اصلا تکون نمیخوره اما به محض اینکه ولتاژ بالا رفت یک باره راه رو باز میکنه اونم تو هر دو جهت شماتیکش رو اینجا براتون کشیدم دو تا دیود روبروی هم قرار دارن یعنی این یه دیود یه دونه به این سمت یه دونه برعکسش و از اون سمت برای همین توی همه دیمرهای نوری کنترل سرعت موتور یا مداراتی که باید ولتاژ رو یک دفعه قطع و وصل کنن پیداش میشه جنسش هم اغلب از سیلیکونه چون باید با سرعت عمل کنه و در عین حال مقاوم باشه از ظاهرش بخوام بگم اگه بهش دقت کنی اغلب دیگه خبری از علامت مثبت و منفی یا آنادا نیست فقط یک کد کوچیک معمولی روش نوشته شد همین باعث میشه خیلی یا گیج و ندونم با چی طرفن دیاگ تا زمانی که ولتاژش به حدود سی ولت نرسه هیچ جریانی رو از خودش رد نمیکنه حالا بستگی به نوع و مدل دیاگ داره که این دیبی هستش یا همون دیبی تری که ولتاژ شکستش بین تقریبا 25 تا 35 ولت ولته حالا چجوری این قطعه رو تست کنیم برای تست این قطعه چهار تا روش وجود داره من هر چهار تا روش رو بهتون میگم اولین روش روش تست دیودیه مولتیمتر رو رو حالت تست دیود میذارید اگه نمیدونید دیود چیه یه ویدیوی کاملی در مورد دیود و پل دیود ساختیم و توضیح دادیم میتونید اون ویدیو رو ببینید و از این آموزش استفاده کنید مولتیمتر رو حالت تست دیود میذارم دو پایه دیاک رو تست دیود میگیرم پراپا رو عوض میکنم هیچ عددی نباید به من نشون بده پس دیاک تو حالت تست دیود وقتی سالم باشه نباید هیچ عددی از هر دو طرف به من نشون بده تست بعدیش تست بوغه ملتیمتر رو رو حالت بوغ یا بیزر قرار میدهم. دو تا پایه های دیاک رو تست بیزر میگیرم نباید هیچ عکس عملی از خودش نشون بده روش بعدی تست اهمه یعنی موتیمتر رو حالته اهم قرار میدیم دو تا پایه های دیاکو تست اهم میگیریم دیاک تو این حالت هم نباید هیچ عددی نشون بده دیاک سالم با مولتیمت عملا هیچ مقاومتی نشون نمیده چون مولتیمت نمیتونه ولتاژ شکست دیاک رو رد کنه فقط باید مطمئن بشی توی هر دو جهت مدار باز نشون میده روش چهارم برای حرفه ای ترها اگه منبع تغذیه داری میتونی ولتاژ رو بالا ببری تا شکست اتفاق بیفته دیاک برای تحریک کردن پایه های ترانزیستورها یا تریستورها یا ترایاک ها استفاده میشه دیاک رو دست کم نگیر یه قطعه کوچیک ارزون ولی بی نهایت گذار توی مدارهای کنترل نور خونه سویچینگ حتی پرینتر و دستگاه های سنتیه اگه اهل کار عملی هستی یا دوست داری تجربه های بیشتری از تعمیر و تست قطعات الکترونیکی یاد بگیری همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن یه نظر بذار و تجربه کاریت با دیاک یا هر سوالی داشتی رو توی کامنت ها بنویس هر ویدیو انرژی و ایده تازه از خود شماها رو داره پس همراه باش و این کانال رو به دوستانت هم معرفی کن آموزش و تجربه الکترونیک قرار اینجا واقعی و کاربردی باشه منتظر ویدیوهای ناب بعدی باش ویدیو رو لایک کن با دوستانت به اشتراک بذار و کلی آموزش و تجربه واقعی تو راهه فقط کافیه دنبالم کنی